ما نسلی که در دهه 30 خودمون رو پیدا کردیم و در دهه 40 شروع کردیم دنیا رو شناختن، یه مظهر زنانگی داشتیم، خانم ایرن، ایرن زازیانس، که اگر معادلش در فرانسه میشه برژیت باردو، باید گفت که برژیت باردو هیچ وقت نمک ایرن رو نداشت. یک خانم ارمنی اهل بابلسر که در نوجوانی وارد صحنه تئاتر شده بود. تفاوتش با برژیت باردو این بود که شاگرد نوشین بود در تئاترهای خیلی جدی، باد بزن ویندرمیر و تئاتری که جعفری، یکی از تئاتر محمد علی جعفری کارگردانی کرده بود، در اونجا کار کرده بود و در همین احوال مثل نوشین و بقیه توده‌ای شده بود. همسر محمد عاصمی، روزنامه‌نگار توده‌ای، و بعد هم وقتی 28 مرداد شد که البته بعدا از آقای عاصمی جدا شد، این وفادار موند و بنابراین خیلی راحت نبود براش کار کردن با دولت جدید و حکومت جدید. بنابراین یه فاصله ای کار نکرد، ولی بعدش دیگه دوباره ادامه داد. در سال 36 اولین فیلمش هم کار کرد و همون یک دونه فیلم بود که یک مرتبه یک تصویر دیگه ای از شاگرد نوشین روزدادی، خانم خیلی زیبایی که در چشمه حیات به اندازه‌ای که بشود یا قبل از اون سابقه نداشت برهنم بود توی صحنه، به هم جهت هم دیگر رو آورده بودند که در حقیقت مسلمان نباشن این دو نفر و زیر فشارهای اسلامی اون موقع قرار نگیرن، ولی او ادامه داد و ادامه داد. تقریبا همه کارگردان های مشهور ایران، از سامان خاچکیان تا هر کسی که فکر میکنیم و آخرینش کیارستمی، و در زمانی که دیگه ایرن 60 سالش گذشته بود در فیلم شیرین، اتفاقا آخرین کار سینماییش هم هست. قبل از این فیلمی که با داوود نژاد کار کرده بود جایزه، که فیلم بسیار خوبی بود، به خاطر او سانسور شد، چنان که دو تا فیلم دیگه هم که درست موقع انقلاب شروع کردن به ساختن، در زمان دولت موقت فشار زیاد نبود، ولی بعد قابل پخش شناخته نشدند، به خاطر ایرن بود. و حتی سریالی که علی حاتمی ساخته بود که شما به عنوان هزار دستان میشناسین، در اصل اسمش جاده ابریشم بود و چهره راوی اصلیش در این سریال ایرن بود، ولی وقتی که تمام شد دیگه از ایرن خیلی اثری باقی نمونده بود، چون دیگه انقلاب شده بود. به هر حال آروم آروم انقلاب بعد از آخرین تصویرها او را از صحنه بیرون کرد و زنی که دو بار ازدواج کرده بود و هر دو بار با آدمای برجسته‌ای در روزگار فرهنگی سینمایی، و سرانجام انقلاب او روحی آرام فشار داد تا بالاخره رفت در کرج و در اونجا نشست در عزلت و عزوبت، ولی لب خندانش روزگار ازش نگرفت. رفت دو سالی در آلمان و در جنگ تحمل نکرد و گفت که نه، اما برگردم ایران. و برگشت ایران با این تفاوت که در آلمان رفته بود راهی برای گذران معیشت خودش پیدا کرده بود و اونم کارهای زیبایی بود، و برگشت و همین کار رو به عهده گرفت. اون چهره نازنینه همیشه دیدنی، میگفتن که وقتی روحانیون روبرو میشدند و چهره او رو به یاد میوردن در فیلم محلل، به اون میگفتن مفسد پدرس، و الان آرام خوابیده در آرامستان مسیحی ارمنی در جنوب شرقی تهران در اول جاده خراسان.